بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت کاربران آریس جی ایس، شما را یک بار دیگه از چینل خودتان خوش آمدید میگویم. امروز میخواهم روی چگونگی دریافت داده های مدل های رقمی زمین یا دیجیتال الیویشن مدل یا دیم ویدیویی را خدمت شما تهیه بکنم. خب همون طوری که قبلا ما تصاویر ماهواره‌ای دانلود کردیم از سایت USGS شما با اون آشنایی دارین، امروز میخواییم از همین سایت مدل های رقمی زمین تهیه بکنیم، مدل های ارتفاعی را که در تهیه و ترتیب نقشه های توپوگرافی، نقشه های شیب و کارهای هایدرولوژیکی یا تهیه مسیر رودخانه ها، حالا همین قسم شبکه آب ها، حوزه های آبگیر، اینها فوق العاده مهم هستن. به منظور ما سایت USGS یا ارت اکسپلورر را باز میکنیم با این آدرس. وقتی باز میکنیم اینجا، این منطقه قبلا حتما انتخاب شده، حالا اینجا داریم، ما میتونیم که این مناطق را پاک میکنیم. میریم سراغ منطقه مورد نظر خود که مدل های رقمی کجا را باید ما داشته باشیم. در اینجا ما میخواییم که مدل های رقمی مناطق را که جزء حوزه آبریزی مثلا رودخانه سمنگان یا دریای سمنگان محسوب میشن داشته باشیم. بنابراین من محدوده مطالعاتی خود انتخاب میکنم به صورت فرضی که هیچ منطقه خارج از محدوده باقی نمانه. بعدا میتونیم بسته به منطقه مطالعاتی خود منطقه را حالا در پردازش های خود بزرگ یا کوچک بکنیم. حالا من این منطقه را میخواهم داشته باشم و بعد میبینیم در قسمت انتخاب دیتا سیت. ما در این قسمت قبلا به خاطر دانلود تصاویر ماهواره‌ای ما میامدیم سراغ لنسد و از بخش لنسد کلکشن یک ما می آمدیم سری مهاره های لنسد را از اینجا انتخاب می کردیم. حالا چون ما می خواهیم مدل های رقمی دانلود بکنیم، از اینجا از بخش دیجیتال الیویشن یا مدل های ارتفاعی، از بخش SRTM، این SRTM به اصطلاح یک آرک سیکند یا معادله 27 خورده متر میشه هر پیکسل آن، انتخاب میکنیم. بعد نتیجه رو میزنیم تا همه مواردی که در این محدوده وجود دارن، دیم هایی که شامل این محدوده میشن رو برای ما باز بکنیم. حالا ما یکی یکی اینها را رویشان کلیک میکنم، ببینیم چقدر ساحه را میپوشانند. ببینین ما هر یک از اینها را که بالایش کلیک میکنم و روی نقشه برای ما نمایش میده که در کجای نقشه قرار میگیره یا در کجای اون منطقه انتخاب شده ما قرار میگیره و ترتیب. حالا ما میبینیم مدل ارتفاعی این منطقه به این شکل شامل 6 قطعه در اینجا قرار گرفتن. خب ما میتونیم به راحتی داده ها را از این قسمت دانلود بکنیم با GeoTIFF، با بیل. این فرمت هایی هستن که این داده ها دارن. مجبور معمولا کار با GTIF، با نرم افزار هایی که ما داریم در لپتاپ
کار با اونها راحت تر هست، بنابراین من فرمت GTIF را دانلود می کنم. یکی یکی اینها را دانلود می کنم. تا همه اینها در لیست دانلود من اضافه شوند. حالا منتظر میمانیم تا این داده های ما دانلود شوند. بله، ما ببینیم که داده هایی که ما نیاز داشتیم از اینجا و همه اونها دانلود شدند. حالا میریم در بخش فولدر دانلود ببینیم این داده ها کجا ذخیره شدند. شامل این هاست. فرمت همه آنها هم TIF است. من همه اینها را انتخاب میکنم و از اینجا انتخاب میتونم داخل فولدر دیتا یک فولدر به نام دیم ایجاد میکنم. اینجا این حالا من میرم اینها را باز میکنم در نرم افزار. ببینیم چگونه باز میشه. این هم داده هایی است که ما از اونجا دانلود کردیم، ولی هر کدام اونها به صورت جدا جدا است. ما در پردازش های خود میتونیم اینها را با هم موزاییک بکنیم طوری که از همدیگر جدا نشوند و روی آن بقیه کارها را نیز انجام بدیم مطابق نیازمندی های خود و مطابق اهداف خود میتونیم که از آن استفاده بکنیم. خب، شاد و موفق باشید. امیدوار هستم که این ویدیو در قسمت رشد مهارت‌ها و دانش شما برای شما کمک کرده باشه.